سلام به شما عزیزان و همراهان خودم، یلداتون مبارک. امیدوارم که پاییز رو خوب گذرانده باشید و با دلی شاد وارد زمستون سرد بشید. امیدوارم که سنت‌های قدیمیمون رو بهش احترام بذاریم و فراموش نکنیم. از سنت‌های خوب شب یلدا مصرف کدو حلوایی بود، میوه خوشگل، خوش رنگ، خوش تیپ. در این ویدیو میخوام در مورد کدو صحبت بکنم، کدو حلوایی یا کدو تنبلی که شبای یلدا همه استفاده میکردن و الان داره یواش یواش جاشو میده به هندونه، که این کار اشتباهیه، چون خواص کدو حلوایی 100 برابر هندونه است در فصل زمستون. هر میوه‌ای در فصل خودش با ارزشه. جالب بدونید این میوه خوش رنگ که خیلی باهاش خاطره دارن و سر سفره پدربزرگا و مادربزرگای ما بود، دستاوردهای علمی اثبات کرده که این میوه خوشاب و رنگ بیش از 100 خاصیت داره که من در این ویدیو چند تا از خاصیتاشو خدمت شما میگم و نحوه استفادهشو خدمت شما میگم و بدونید که خود این در واقع تمامش دارو هست و وقتی ما این میوه خوش رنگ رو بخوریم در واقع داریم مکمل‌های غذایی رو وارد بدنمون میکنیم و داریم یک داروی ضد سرطان میخوریم و این واقعا جای شکر هست که ما ایرانی‌ها تو فرهنگمون کدو حلوایی رو هنوز داریم و ازش استفاده میکنیم. این میوه نارنجی عزیزان داروی چشمه و در این سبک زندگی‌های امروزی که ما از گوشی زیاد استفاده میکنیم و چشممون دائما در معرض امواج و پرتو هست، بهتره که توجه ویژه‌ای به این میوه نارنجی داشته باشیم چون سرشار از بتا کاروتن هست و تبدیل به ویتامین آ میشه که برای تقویت بینایی ضروری است. ویتامین بعدی که این گیاه نارنجی خوشگل داره ویتامین دی هست، همون ویتامینی که برای استخوان‌ها ضروریه و اگر نباشه پوکی استخوان میگیریم. همون ویتامین دی که در فصلی که نور آفتاب کم هست باید ازش بیشتر استفاده بکنیم و ضد سرطان بودنش قطعی شده. همون ویتامین دی که اگر نباشه بدنمون خیلی دچار اختلالات زیادی میشه که مفصل بهش بعداً خواهیم پرداخت. کدو حلوایی عزیزان سرشار از ویتامین های گروه B هست که برای آلزایمر پیشگیری کننده هست، برای تقویت مغز یک ضرورته. ویتامین B که برای پوست زیبا ما بهش نیاز داریم و جالب بدونید زمانی که ما ویتامین ها رو میخوایم مصرف کنیم باید بریم از داروخونه تک تک بخریم، ویتامین C، ویتامین D، ویتامین E. در این میوه خوشاب و رنگ ما یک کمپلکسی از ویتامین ها رو داریم و اتفاقا جدیدترین تحقیقات روز دنیا اینو نشون میده که برای اینکه ویتامین ها در بدن ما فعال بشه ما باید ویتامین ها رو به صورت گروهی مصرف بکنیم نه به صورت تکی و ویتامین ها در کنار هم مثل قطعات پازلی هستن که یک نقشه رو شکل میدن. بنابراین ویتامین C، ویتامین D، ویتامین A و ویتامین E رو این گیاه با ارزش با هم داره و برای فعال شدن ویتامین دی که ضروری هست برای بدن نیاز به منیزیم داریم که جالب بدونید این گیاه خوش رنگ پر از منیزیمه و شما زمانی که این گیاه رو مصرف میکنید همه این مواد به بدن شما میرسه، به شرطی بدونید که چطوری میل بکنید که هم خوشمزه باشه هم ویتامیناش جذب بشه. کدو حلوایی داروی خوبی برای مغز و برای تقویت حافظه است. کدو حلوایی یکی از بهترین داروها برای افزایش سیستم ایمنی هست و کدو حلوایی برای دیابتی‌ها عزیزان بسیار مفیده چون مقاومت انسولین رو کم میکنه و به خاطر فیبر بالایی که داره باعث چاقی هم نمیشه و در روده باعث میشه که قند آرام آرام جذب بشه و قند خون ناگهان بالا نره. پتاسیمی که در کدو حلوایی هست باعث تنظیم فشار خون میشه که خودش یک داروی فوق‌العاده هست. عزیزان زیبا دوست، شمایی که دنبال موی خوشگل و پوست خوشگلی نیاز به روی داری و روی عنصری هست که در کدو فراوانه. بنابراین کدو رو به عنوان یک داروی زیبایی هم میتونی میل کنی. این میوه رو هدیه ببرید برای کسانی که افسردگی دارن، استرس دارن، به عنوان یک داروی ضد استرس براشون هدیه ببرید و بگین دارو آوردیم براتون. کدو حلوایی سرشار از ماده‌ای به نام تریپتوفان هست که این باعث میشه افسردگی رو کاهش میده و نشاط رو افزایش. کدو حلوایی عزیزان داروی استخوان هست. کدو حلوایی بهترین دارو برای پیشگیری از پوکی استخوان هست و بهترین دارو هست برای عزیزانی که بیش از 50 سال سن دارن و اینها در معرض پوکی استخوان هستند، چون سرشار از ویتامین دی هست، سرشار از ویتامین K هست و ویتامین B که این مواد نیاز استخوان‌های افراد بالای 50 ساله. عزیزانی که از درد مفاصل، درد کمر و درد پا رنج میبرید، هیچ وقت این میوه رو از برنامه غذایی حذف نباید بکنید، چون یکی از بهترین داروهای ترمیم مفاصل و غضروف‌سازی هست و ما سالهای سال هست که این کدو حلوایی رو با روشی که در انتهای ویدیو میگم میدیم به عنوان یک نسخه برای برطرف کردن دردهای مفصلی، آرتروز، روماتیسم، حتی دیسک کمر و حتی برای کسانی که دچار مشکلات استخوانی خیلی حاد هستند. بنابراین در مورد مصرف کدو حلوایی تردید نکنید. حالا با این همه خاصیت کدو حلوایی به نظر شما حیف نیست فقط شب یلدا بخوریم؟ واقعا حیفه. من بهتون میگم چطوری کدو حلوایی رو در طول سال استفاده بکنید. حتی شمایی که در مناطقی زندگی میکنید که کدو حلوایی اونجا وجود نداره و کشت نمیشه هم میتونید با این روشی که من میگم این خواص رو به صورت امپیتری و فشرده به بدن خودتون برسونید. اگه گفتین چطوری؟ من بهتون میگم نگران نباشید. تمام خواص کدو حلوایی خلاصه میشه میاد در هسته کدو و شما باید تخمه کدو مصرف کنید. عزیزانی که تورم پروستات دارن، عزیزانی که میخوان پیشگیری کنن و تورم پروستاتشون رو کم بکنن، جالب ترین نسخه‌ای که من میدم برای کاهش تورم پروستات تخمه کدو هست. شبی 2 قاشق تخمه خام کدو رو مصرف بکنن یا به صورت شیر درست بکنن، در مخلوط کن بریزن، 1 لیوان آب و 2 قاشق مغز تخمه کدو میکس بکنن با 1 قاشق عسل و این رو بنوشن به عنوان یک نوشیدنی که هم پروستات رو کوچیک میکنه، هم کسانی که تقویت میل جنسی رو میخوان تقویت کننده بسیار خوبی هست برای افزایش میل جنسی و توان جنسی. و اما بهترین روش مصرف کدو، عزیزان کدو حلوایی چون گفتم کمپلکسی از ویتامین ها رو داره، بنابراین برای که جذب بدن ما بشن شما رو به همراه روغن مصرف بکنید، روغن زیتون یا روغن حیوانی خوب که یک دسری درست بکنید. اینو میتونید کدو حلوایی رو آبپز بفرمایید، بعد داخل مخلوط کن بریزید، کمی روغن زیتون و کمی هم عسل بهش اضافه بکنید اگر شیرین تر دوست داشتید و میکس بکنید. اینو در دیس پهن بفرمایید، روش رو با پودر نارگیل و خلال بادوم تزیین بفرمایید، داخل یخچال بذارید خنک بشه و این رو به عنوان میان وعده یا به عنوان شام خصوصا برای کودکان و برای افراد مسن استفاده بکنید به عنوان یک دسر دارویی فوق‌العاده عالی. شاد و پیروز باشید. خدا نگهدار.